سرخط خبرها. سفر به تجربه ترین وزیر خارجه پاکستان بلاول بوتو به آلمان و بحث در مورد افغانستان. ترفند تازه انس حقانی در مورد بیسوادی در کشور که خشم مردم را برانگیخته است. چگونه باید کشورهای میزبان پایگاه های امریکایی از افغانستان درس بگیرند؟ مطلب بی نهایت مهم. وحشتناکترین سرگوریدن ها در اندراب توسط طالبان به فامیل های اندرابی رخ داد. قوانین تازه طالبان برای جلوگیری از فرار شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه که غیر قابل باور می باشد. سلام به سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی، خوش آمدید. لطفاً چنل را سابسکرایب کنید. انتقال افغانها در معرض خطر. محور گفتگوی مقامات آلمان و پاکستان. آنایلا بیوروک، وزیر خارجه آلمان به پاکستان سفر کرده و یکی از محورهای گفتگو او با مقامهای پاکستانی انتقال افغانها در معرض خطر خواهد بود. قرار است وزیر خارجه آلمان در این سفر در مورد کمک به مردم افغانستان، روند تخلیه افغانهای نیازمند، حفاظت و افزایش فشار بر طالبان برای رعایت حقوق زنان با مقامهای پاکستانی گفتگو کند. دویچه وله گزارش داده است که وزیر خارجه آلمان به پاکستان به عنوان شریک کلیدی در پروسه تخلیه افغانهای نیازمند، حفاظت از افغانستان می‌نگرد. وزیر خارجه آلمان دوشنبه پس از آغاز سفر 4 روزه به پاکستان، یونان و ترکیه اعتراف کرد که روند تخلیه افغانهای نیازمند حفاظت به کندی پیش می‌رود. آنایلا بیوروک گفت که راه حل ساده و واقعا رضایت بخش وجود ندارد. بیوروک گفته است که کمک به مردم افغانستان و همزمان افزایش فشار بر طالبان از اهداف مذاکراتی است که او در پاکستان و مقامهای این کشور انجام می‌دهد. دویچه وله گفته است که وزیر خارجه آلمان در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر بلاول بوتو زرداری همتای پاکستانیش گفتگو میکنند. قرار است در این سفر وزیر خارجه آلمان با کارمندان سفارت کشورش در پاکستان و نیز انجمنهای همکاری های بین المللی آلمان جی آی زید درباره ادامه سفر کارمندان محلی پیشین افغان و سایر افراد نیازمند حفاظت مستقر در پاکستان نیز گفتگو کند. او گفته است که خودش شخصا به افغانها کمک خواهند کرد. وزارت خارجه آلمان گفته است که در مذاکراتش با مقامهای پاکستانی در کنار حمایت از مهاجران افغان قرار است مسئله چگونگی رعایت حقوق زنان توسط طالبان نیز مطرح شود. این در حالی است که طالبان پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های مختلفی را در زمینه تحصیل، کار، فعالیت، سفر و حتی پوشش ظاهری زنان و مردان وضع کرده است. محدودیت‌هایی که اعتراض مداوم زنان و مردان را به همراه داشته است. از سوی دیگر صدها نفر از افغان‌هایی که ادعا می‌کنند در معرض تهدید طالبان هستند و پاکستان سفر کردند و با راه اندازی راهپیمایی‌های مختلف خواستار جلب توجه جامعه بین‌المللی و انتقال به کشور سوم هستند. خبر بعدی، انس حقانی تازه گفته است که جنگ، بی‌سوادی و رشد جمعیت سبب افزایش فقر در افغانستان شده است. انس حقانی از اعضای برجسته دولت طالبان و مشاور سراج الدین حقانی وزیر داخله آنها جنگ، بی‌سوادی، تراکم جمعیت، ضعف حکومت‌ها و تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده افزایش فقر در افغانستان عنوان می‌کنند. این در حالی است که پس از سقوط حکومت غنی و روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی شده و بر اساس آمار سازمان ملل، گرسنگی میلیون‌ها جان انسان را در خطر انداخته است. این عضو برجسته شبکه حقانی امروز که به منظور ارزیابی وضعیت فقر، آموزش و تحصیلات عالی که از سوی وزارت معارف طالبان در کابل برگزار شده بود، گفت که در کنار حل مشکلات اقتصادی نیاز است برنامه‌های برای رفع بی‌سوادی نیز روی دست گرفته شود. تلویزیون ملی رسانه‌ها تحت اداره طالبان برخلاف از انس حقانی گفته است که ملت‌ها در نبود سواد کافی و مشکلات مختلف من جمله فقر روبرو خواهد شد. این در حالی است که کمیته بین‌المللی سریع به سرخ و تازگی خواستار بسیج بین‌المللی برای رسیدگی و فقر فاجعه‌بار در افغانستان شده است. ایلوی فیلن، رئیس کمیته بین‌المللی سریع به سرخ در افغانستان می‌گوید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میلیون‌ها نفر را به فقر می‌کشاند. با گفته او، این بحران بدون بسیج بین‌المللی مهار نمی‌شود. آقای فیلیوم شامگاه دوشنبه 16 جوزا در توییت نوشته است که مردم کابل هنوز هم برای دست آوردن غذا و وسایل و اسباب خانه‌هایشان را می‌فروشند. رئیس کمیته صلیب سرخ گفته است که ما نمی‌توانیم چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کنیم.
خبر بعدی و وحشتناک. منبه های جبهه مقاومت که تازه و دسترس ما قرار گرفته است میگن که ملیشه های مزدور اشغالگر 4 تن از افراد ملکی که عضو فامیل های فرمانده خیر محمد خیرخواه بودن و جرم اندرابی بودن و همکاری با جبهه مقاومت ملی در اندراب به گونه بیرحمانه سربوریده شدن. عرض تسلیت به اندراب ها و مجاهد نام نیک نام فرمانده خیر محمد اندرابی. این در حالی هست که قتل های خودسرانه طالبان در بغلان یک برادر و خواهرزاده را تیرباران کردند. منابع مردمی در ولایت بغلان و آماج میگن که افراد طالبان یک برادر و خواهر جوان را در این ولایت تیرباران کردند. این رویداد دوشنبه شب در روستای سوق ولسوالی فرنگ ولایت بغلان رخ داده است. با گفته منبع طالبان بر روستای سوق ولسوالی فرنگ حمله کردند و در نهایت سهراب 22 ساله و فاصله 18 ساله را در پیش چشمان خانوادهشون تیرباران کردند. منبع تصریح میکند که طالبان در نخست و سمت سهراب شلیک کردند و زمان فاطمه مانع آنها شد. طالبان به سمت او نیز شلیک کردند. طالبان در مورد آن چیزی نگفتند. خبر بعدی، طالبان در نیمروز از خروج غیرقانونی افغانها جلوگیری کردند. ماموران سرحدی طالبان در ولایت نیمروز در غرب کشور از خروج غیرقانونی افغانها برای رفتن به ایران جلوگیری کردند. اگرچه آمار دقیقی از شمار این افراد در دسترس نیست، اما گفته می شود که در ماه‌های اخیر صدها تن از شهروندان افغانستان به گونه غیرقانونی وارد کشور ایران شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، 17 جوزا 10 نفر که تلاش میکردند به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شوند، از مرز افغانستان با ایران در نیمروز دستگیر شدند. ملا محمد ابراهیم حاجی هواد، فرمانده واحد 5 سرحدی نیمروز، گفته است که بر اثر تلاش‌های نیروهای سرحدی و گزمه طالبان 10 تن از مسافرین که از راه غیرقانونی وارد کشور ایران میشدند، دستگیر شدند. هواد افزوده است که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان همروزه در تلاش هستند تا از رفتن افراد و خانواده ها از راه قاچاق به کشور ایران جلوگیری کنند. و اطمینان داده است که تمام راههای غیرقانونی برای قاچاق انسان مسدود شده است. همزمان با بدتر شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی مردم افغانستان، سیل مهاجرت غیرقانونی به ایران و پاکستان آغاز شده است.